برگزاری ها شمار کشته شدگان حمله های تروریستی در پاریس را دست کم 128 نفر و تعداد مجروحان را 200 نفر اعلام می کنند. گزارش شده که حال 80 نفر از مجروحان وخیم است. بعد از حمله های تروریستی همزمان در ساعات پایانی روز جمعه در 6 نقطه مختلف در پاریس، در فرانسه وضعیت فوق العاده اعلام شده. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله های پاریس را به عهده گرفته. گزارش نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا مستقر در پاریس. شبی بی پایان و پر از وحشت در پاریس، تیراندازی و انفجار در 6 نقطه شهر یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در فرانسه و اروپا را رقم زد. صدای آژیر آمبولانس و ماشین‌های پلیس و امداد لحظه‌ای قطع نمی‌شود. تصاویر آخرالزمانی. اینجا سالن کنسرت بتکلان صحنه اصلی حملات بود. 4 مهاجم در جریان کنسرت یک گروه موسیقی متال تماشاگران را هدف قرار دادند و گروهی را به گروگان گرفتند. و این افرادی که موفق به فرار شدند و از طرف پلیس به کافه‌ای هدایت می‌شوند. گروگانگیری اینجا در سالن کنسرت بتکلان بعد از 2 ساعت با مداخله پلیس به پایان رسید. صدای انفجار و شلیک گلوله به گوش رسید و شاهدان عینی که از این سالن بیرون اومدن گفتن که مهاجمان و گروگانگیرها حمام خون به راه انداخته بودند. پلیس گفته که بیش از 100 نفر در این سالن کشته شدند، چیزی که باور کردنی نبوده. وضعیت اضطراری در سراسر فرانسه اعلام شده و همینطور مرزها بسته شده. 3 انفجار در اطراف استادیوم فوتبال سن دونی در حومه شمالی پاریس در جریان بازی دوستانه آلمان و فرانسه رخ داد. افراد مهاجم با استفاده از کمربند انفجاری دست به حمله انتحاری زدند. نخستین حمله انتحاری در خاک فرانسه. تماشاگرانی که اجازه خروج از زمین بازی را نداشتند در بهت و ناباوری‌اند و در پایان در راه بازگشت سرود ملی فرانسه را می‌خوانند. این عملیات جنگی است که توسط ارتش تروریستی داعش و نیروهای جهادی علیه فرانسه انجام شده، علیه ارزش‌هایی که ما در تمام جهان از آن دفاع می‌کنیم، علیه موجودیت ما، علیه کشوری آزاد. این عملیات جنگی خارج از مرزهای فرانسه سازماندهی، برنامه ریزی و آماده سازی شده و احتمالاً همدستانی در داخل فرانسه داشته که تحقیقات بیشتر اجازه روشن شدن زوایای ماجرا را می‌دهد. بتکلان با فاصله کمی از دفتر پیشین نشریه شارلی ابدو واقع شده، جایی که 10 ماه پیش شاهد حملات مشابهی بود. 3 روز عزای عمومی در فرانسه و غم و ماتمی که به این زودی ها از حافظه مردم این شهر پاک نمی شود. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس. نگاهی بکنیم بار دیگر به فضایی که در پاریس وجود داره. پیش از این حمله های شارلی ابدو در پاریس اتفاق افتاد نیلوفر و بعد از این حمله ها شاید یک نوع همبستگی عاطفی بودیم بین شهروندان پاریس و مردم فرانسه، ابراز همدردی میکردن، جمع میشدن در شهر. آیا الان هم چنین فضایی هست یا اینکه بیشتر مردم عصبانی ان یا اینکه به گروه های خاصی نگاه دارن که ممکنه مقصر بشناسن اونها رو؟ در کنار عصبانیتی که میشه دید در مردم، در کنار ناراحتی و غمشون، ولی همچنان یک همبستگی وجود داره. به عنوان مثال از صبح امروز صف‌های طولانی در مقابل درمانگاه‌ها و همینطور بیمارستانی که خیلی از مجروحانی که الان با مرگ دست و پنجه دارن نرم می‌کنن کشیده شده، صف آدم‌هایی که می‌خوان برن خون بدن به این افراد. خیلی‌ها میان گل می‌ذارن در به عنوان مثال همین منطقه پشت سر من تا همدردی خودشون
خودشون رو نشون بدن، ولی در حال حاضر نمیتونیم شاهد همبستگی به اون شکلی که در بعد از شارلی هبدو دیدیم ببینیم، به خاطر اینکه تجمعات زیاد در پاریس ممنوع شده به دلیل مسائل امنیتی. با وجود این تمام گروه های مخالف دولت حتی توی محکوم کردن این توی این واقعه در کنار دولت فرانسه ایستادن و این واقعه و عملیات تروریستی رو محکوم کردن، ولی به هر حال توی فضای مجازی صحبت هایی میشنویم، بحث های حتی صحبت هایی که مهاجران رو مقصر میدونن، ولی خیلی ها هم به اون جواب میدن و میگن که در این شرایط نباید اسلام حراسی کرد. آیا به جز فضایی که در فضای مجازی گفته که میبینی، در بین شهروندان هم در فرانسه این فضا وجود داره که مهاجران رو مقصر بدونن؟ خیلی کوتاه نیروفر. خیلی کمه، وجود داره، ولی در مقایسه با بقیه مردم که این حمله رو مختص گروه های تروریستی میدونن خیلی کمه. نیلوفر، برای ما توضیح بده که الان امروز روز بعد از این اتفاقات فضای عمومی در فضایی که تو الان هستی چگونه است و آیا میبینی که با کسانی مواجه شدی که شاهد این اتفاقات بودن یا نه؟ چیزی که بیشتر دیدم دیشب کسانی بودن که تونسته بودن از سالن تئاتر بیرون بیان، به شدت وحشت زده بودن، نمیتونستن خیلی راحت صحبت بکنن، میگفتن همه جا خون پاشیده بوده. حتی کسایی بودن که میگفتن که از روی جنازه ها در سالن کنسرتی که گروگانگیری در اون انجام شده بوده گذشتن. وضع وحشتناک و منقلب کننده ای رو تعریف میکنن از فضای دیشب اینجا در پاریس.